میگن سرمایه‌گذار رو وحشی میکنن، میارن تو بازی و این اهرما رو بهش میدن تا پولش رو ازش بگیرن. این راشن رولت روسیه، یه دونه تیر میذاره، این رولو میچرخونه و میذاره روی مغز طرف مقابل و میچکونه و خیلی خطرناکه. بعضی جاها دقت باید داشته باشین، تو فارکس، دوستانی هم که فارکس کار میکنن دیگه با مفهوم لورج کاملا آشنا هستن، یعنی ضریب بهتون میده. و هزینه لیبوری که مربوط به اون هزینه های تبادل پول هست توی کشورهای، میدونید که حالا این یه تعریف خیلی اقتصادی داره، یه هزینه ای رو دارن، لندن اینتر بانک آفر ریت، من اینو براتون بنویسم اینجا، که عدد شبانه بهره است بین بانک ها که اون هزینه هم شاملش می شود. کاربرد سی اف تی در کارنسی اینه که یه کریپتوکارنسی سی اف تی اجازه پیش بینی تغییرات رمزارزها رو به شما میده. اکثر قراردادها بر پایه دلار فیات هست و در بعضی از صرافی هم این امکان رو دارین که شما مثلا کریپتو به کریپتو بزنی یا بی تی سی به حالا این چیز، منظور خدمتتون شود این یو اس دی تی بوده و اشتباه خورده اینجا، که بیاین این خریدای این تیپی رو حالا با کریپتو بزنی، کریپتو بدی کریپتو بگیری، یک کریپتو بدی فیات بگیری، یا عرض شود که تتر، حالا اون دلار تتر هم تو همون حوزه کریپتوه ولی چون استیبل کوینه خود جدا میبینن تو تعاملات. اصطلاحاتی هم که باهاش برخورد میکنه دوستان تو این بازار شامل اسک پرایس و بیت پرایس. شما وقتی توی بانک تشریف میبرین زده مثلا باجه دریافت، یا اصلا اداره پست میرید، باجه دریافت، باجه تحویل، این داره چی میگه؟ از شما دریافت میکنه، به شما تحویل میده. دقت داشته باشیم این اسک و بیت رو خیمه برید، بعد جا میفته برای بعضیا. اسک پرایس قیمت خرید شما، اسک پرایس، بیت پرایس قیمت فروش شماست. لورج اهرم مالیه که مثلا 5 به 1 میگه، اگه 1000 تا سرمایه باشه اندازه 5000 تا میگیری، ولی اگر تو همین فاصله 1000 دلار منفی بشی اون 1000 تایی که گذاشتی صفر میشه، باد هوا رفت. مارجین هم مبلغ واریزی برای باز شدن قراردادتون هست. استاپ لاس که بارها بارها دیدیم ضرر بس و برای مدیریت ریسک، شما مثلا میگی اگه رفتم تا اینقدر زیان، این نمیخوام اون 1000 تا 1000 تا بره، اگه 200 تا ضرر کردم بپر بیرون، 200 ضرب در اون 5 اهرم مالی 5 برابر، البته اون 200 تایی که میشه 1000 تا با 5 برابر، اصلا 100 تا ضرر کردن 500 تاش میره چون لورج 5 در نظر گرفتن. تک پروفیت هم اینه که من تکلیفم با بازار مشخص باشه کجا ازش خارج بشم، این مهمه، خواهم شناسایی سود بکنم. بیخ تا بیخ هیچ وقت نمیتونید بگیرید. اگر کسی خیلی این خالی بندی رو من شنیدم، باهاشم برخورد داشتم، که میگه من تو کف میخرم تو سقف میفروشم، خب چه لذتی داری، چه مرضیه این کار که مثلا والا مثلا تو کف خریدی تو سقف فروختی، ای والا دمت گرم. این همون داستان دروغ سفید ها، یادتونه گفتم دو نوع دروغ داریم، دروغ سیاه داریم، دروغ سفید داریم. این هم مدل دروغ سفیده است که میخواد خودش مثلا بزرگتر از آن چیزی که هست نمایش بده و یواش یواش میرسه به مرحله توهم و این آدمای متوهم فوق العاده اول به خودشون صدمه میزنن بعد به آدمای دور و برشون، که ترجیحاً حالا داشته باشین تو این تیک پروفیت همین صادقه و ایتای غلط اینها خیلی از آدم‌ها رو بدبخت می‌کنه. آدم‌هایی که نشستن و گوش می‌کنن به این آدم‌هایی که این تیپی هم حرف از شاخص‌های چند میلیونی می‌زنن، حرف از بازارهای آنچنانی، سودهای آنچنانی، نه تو این بازار روزی که بد بود هیچ کسی اصلا حاضر نبود بیت کوین نگاه کنه. همون پارسال همین موقع شما 60 70 تومن می‌تونستی بیت بخرید، چرا نخریدن شمای نوعی؟ چرا نخریدین نخریدند و الان حاضرن 1,300,000,000 رو بخرن؟ این ذهن است دیگه، این اطلاعات غلطی که میاد تو بازار متاسفانه سو ایجاد میکنه. مزایا و معایب کریپتو سی اف تی هم که خدمتتون گفتم و عملا این دوبار تکرار شده. بله معایب کریپتو سی اف تی، یه نکته هم توش وجود داره، این بدونین که یه رمز ارز رو داشته باشین، یعنی بخریدش، بدونین که بیت کوین رو بخری میتونی سی اف تی شو ببندی، بدونین کیف پولم نمیخواد، این حالا یه مقدار تکمیلی تره در اون خصوص،
شروع معامله با پول فیات میتونه باشه اکثرا، یا دلار تتر میگیرن به خاطر راحتی توی انتقال. ریسکش با استاپلاس جزء مزایایی که داره و سود از صعود میکنید و نزول بازار که عملا بهش میگن بازار دو طرفه. ریسک های بالقوه هم که برش متصور هستن، ریسک های معامله با اهرم های مالی هست که این چند ده برابر کردن ها خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه میتونه اون مارجینی که گذاشتین برای شروع پوزیشن رو کامل ذوب کنه، عین گوله برفی که آب میشه. نامناسب بودن برای سرمایه‌گذاری بلند مدت، اینا برای زمانه کوتاه خوبه، بلند مدت هودل کردن خرید اصلش مهمه، همون کاری که دوستان قدیمی کردن توی حوزه سرمایه‌گذاری در بازار طلا، اومدن شمش خریدن حالا داستانه امثال هم. بی ثباتی قیمت در عرصه دیجیتال یه خطری برای این وجود داره، چون سریع شما رو میتونه ببره تو حاشیه زیان و ضرر بیش از سپردن باعث میشه که مارجین کال بشین و عملا اصل مایه از دست برود. متاسفانه صرافی ایرانی فعلا این ابزار رو ندارن، شما تو بازار بورس خودمون هم نمی‌بینید همچین ابزاری وجود داشته باشه. هرچند که عرض کنم بعضا این ابزارها از نظر شریعت به مشکل میخوره، میبینید که مثلا آپشن میان آپشن اسلامی رو تعریف میکنن، یه محدودیت های وجود، شما توی معامله باید بریم یه خورده بحث، من متخصص این حوزه نیستم، مالی اسلامی نیستم، اما اندازه که مثلا برای این چیزا خونده بودم و امتحانات با سازمان هر سبت بهتون بگم که این جریان به این صورته که شما باید مالک چیزی باشید، چیزی که داری میخری باید از نظر فیزیکی مشخص باشه، و چون این عملا CFD مصداق شرطمندی رو داره، خب قاعدتا توی بازار مالی اسلامی خیلی جایی رو نداره. در نظر داشته باشیم مثلا اوراق سکوک که دیدین 12 نوع سکوک، اجاره استثناء، مرابحه و امثال هم، مساقات و مزارعه و دیدین دیگه انواع اصطلاحات رو داره، جز یکی از ابزارهای مالی بسیار بسیار جذاب در مارکت اسلامی هستش. و براتون جذاب شاید باشه که بگم بیشترین کارشناسان حوزه قرارداد چیز حوزه سکوک اسلامی، سکوک با ساته ها یعنی اینجوری میسن، اگر بتونم اینجا یادداشتش بکنم، به معنای زهره چکه، فکر میکنم انگلیسیش هم اینجوری باشه. بذارین قبل از اینکه تایپش بکنم بفرستمش یه بار چکش هم بکنم خودم که اشتباه متن رو یادداشت نکنم. سکوک، بله درست. و جالب براتون بگم که بیشترین تعداد کارشناسان قراردادهای سکوک دنیا توی انگلستان هستن و ابزارهای این تیپی برای مسلمان ها طراحی میکنن، ابزارهای مالی که مثلا در کشورهای اروپایی استفاده میشه. میدونید که توی قطر تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بزرگ، سرمایه‌داران و متمولین اون کشور حتی توی بانک هم به خاطر احتمال ربوی بودن این بانک ها حاضر نیستن سرمایه‌گذاری کنن. یه راه قشنگی طراحی شده که بتونن منابع مالی این آدم هایی که به همچین چارچوبی پایبند هستن رو جذب پروژه هایی بکنن که مثلا سکوک استثناء یکی از نمونه های خوبشه. همونطور که میدید در گذشته این سکوک در اولین کار این آقای کرباسچی شهردار سابق تهران انجام داده بود، ولی خب اونو در قالب اوراق مشارکت مطرح کرده و کسی هم نرفته بود دنبالش که جهانی ثبتش بکنه. و اوراق مشارکت پروژه نواب که میدونید دیگه، اون منطقه‌ای که دو طرف نواب ساختمون سازی شده، بافت فرسوده گرفته شده و کاری که انجام شد، از اون محل فروش اوراق مشارکت اون سال شهرداری تهران فکر کنم سال 74 بوده یا 72، تاریخش رو باید نگاه کنید. هرچند خب به هر حال الان که مطرح شد من یه دفعه الان به ذهنم اومد فقط آدرس رو بهتون بدم. و به این صورت این ابزارها طراحی شده تو بازار ایرانی وجود نداره به خاطر بازارهای اسلامی نیستش و خب برای ابزاری.
این جریان این کلاس ما به انتها رسیده. مهارت هایی که توی این در نظر گرفته بودی، مهارت معامله گری در سطح بین المللی، مهارت های آشنایی با استراتژی معاملاتی، فاینانشیال استرولوژی و امثال هم، که یکی دو تا مطلب این بالاتر مون، من برگردم به اونجا. میکروفونتون باز، اگر سوالی دارید بفرمایید، ما صدای شما رو میشنویم. دوستمون بفرمایید، من صدای شما رو ندارم، حالا نمیدونم برای دوستان میشنون یا نه. خب میکروفونشون باز، هر موقع مسئلهشون حل شد میتونن از صداشون باز ببینید. بله، ببینید ما یه سری تکنیک ها رو با هم دیدیم که توی این تکنیک ها اینا الا ماشاءالله بهشون اضافه میشه. NVRV هستش، NVRVZ هستش، UP هستش، NUP هستش، S2F هست، S2FT هست و امثال هم. چند تا دیدیم، وبسایت های مرتبطش رو با هم مرور کردیم. خیلی چیز ساده ای، اینا هیچ کدومش به قیمت و حجم معامله بستگی نداره، بلکه اتفاقاتی که روی بلاک چین داره میفته رو مبنا قرار داده به عنوان یک سیگنالی برای خرید و فروش. SWIFT هم دیدیم که روش خیلی فوکوس کردیم و این مدل SWIFT رو با هم دیدیم که بین 6 نهم نمودارش دیدیم دیگه، که مثلا اون تیکه که میاد پایین سبز رنگی نقطه خوبی برای خرید، اون تو قرمز رفته تو فروش، اما دیدیم اینجا خیلی رشد هم کرده و قیمت هم رفته بالا، شاید چند صد درصد سود کرده. گفتیم پس به تنهایی نمیتونیم بگیم، ولی یه سیگنال خوبیه، کمان که الان که اینجا قرار گرفته، تو این بوردر یک قرار گرفته، بوردر لاینی که اینجا قرار داره، باعث شده که نوسانات زیادی به بازار حاکم بشه. NVRVZ هستش، NVT که برای نقاط اشتباه خرید و فروش که جلسه قبل دیدیم، اما ترکیب بهینه ابزارهای تکنیکال. دوستی که در مورد MACD پرسیده بود، فقط باید اینجا اشاره بکنم، ابزار تحلیل تکنیکالی که به درد شما میخوره و زنجیره بلوک، که از جمعی اینها برای تصمیم گیری توی اینکه الان جای خوبی قرار دارم نه یا جای بدی قرار دارم، نمونه شامل S2F هست و S2FD، NVRV هستش، MACD و RSI هستش توی تحلیل تکنیکال، توی تایم فریم های بلند مدت. در نظر داشته باشیم که توی تایم فریم های بلند مدت، من حالا برم سراغ ترینینگ ویو رو بازش کنم. هرچی تایم فریم بلند مدت تر باشه